درود به شما، خوش آمدید آقای دکتر دانش عزیزم، خوشحالم که در خدمتتون هستم. سلام آقای دکتر آقازمانی و سلام به بینندگان ارجمند برنامه زمان انتخاب. برای من افتخاره که امروز در خدمت شما آقای دکتر، خصوصا که میبینم همراه خودتون یک کتابی آوردید مربوط به چیز در حدود 12 سال پیش، 13 سال پیش، کتابی که جنگ بر علیه غرب نام داره، به نوشته شما سال 2004 به زبان آلمانی منتشر شده، درسته؟ کاملا درسته، بله. و این کتاب یکی از نکات بسیار مهمش که سر صدا هم کرد پیشبینی بود که شما یک سال پیش از پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات داشتید و نشون دادید به حداقل جامعه مخاطب آلمانی زبانه که کتاب خودتون که محمود احمدی نژاد میتونه پیروز انتخابات سال بعد در اون زمان باشه و این خیلی سریع هم به تحقق پیوست. چجور بیه همچین پیشبینی دست یافته بودید؟ ببینید، در اون زمان وزیر امور خارجه آلمان آقای فیشر بود، یوزف فیشر بود، و همیشه ایران رو یه جزیره ثبات مینامید. این صحبتی که فیشر میکرد و من در این کتاب در صفحه 153 کتاب چنین پیشبینی کردم نسبت به صحبتهای آقای فیشر وزیر امور خارجه آلمان و چنین مطرح کردم که یک سال دیگه شما با تروریست معروفی و کسی که در واقع در زندانهای ایران قاتل نیروهای آزادیخواه و دموکراته آشنا خواهید شد و اون رئیس جمهور آینده ایران خواهد بود و من میخوام بدونم که آیا شما یک سال دیگر هم صحبت از این خواهید کرد که ایران جزیره ثبات خواهد بود یا نه. این پیشبینی رو من کردم، ولی اینکه سوالی که شما میکنین بسیار جالبه. ببینید، در همون زمان در واقع سر و صدایی که در رابطه با احمدی نژاد در ایران راه افتاده بود و او رو شهردار تهران کرده بودم، کسی که در زندانها به گفته عده زیادی از زندانیان در واقع تیر خلاص رو به زندانیان میزده و بعداً در کشتار خیلی از افراد دموکرات شرکت داشته و حتی گفته میشه در کشتن قاسملو در سال 1989 در وین شرکت داشته، سر و صدای زیادی میشد و چنین مطرح میکردن که چنین شخصی شهردار تهرانه و باعث آبادی تهران شده و درست در شرایط این اتفاق میفته که سپاه پاسداران داره قدرت سیاسی، قدرت اقتصادی و در واقع قدرت رو در دست خودش میگیره و طبیعتاً آقای احمدی نژاد نماینده سپاه پاسداران بود، از سپاه پاسداران میامد و یک چنین جنجالی که درباره احمدی نژاد شده بود منو به این نظریه رسوند که احمدی نژاد مورد تایید شخص خامنه‌ای خواهد بود و شورای نگهبان از اون پشتیبانی خواهد کرد، او را تایید خواهد کرد و به احتمال بسیار زیاد من پیش بینی کردم که احمدی نژاد رئیس جمهور آینده کشور خواهد بود. واکنش جامعه آلمان به این پیش بینی شما چه بود آقای دکتر؟ خب ببینین، روزنامه‌نگاران زیادی در واقع این مطلب گرفت ما دربارش صحبت کردن، بله، برای خیلی ها و حتی مطبوعات آلمان و ارگان‌های مطبوعاتی آلمان قابل قبول نبود که احمدی نژاد رئیس جمهور این کشور بشه و به خاطر همینم واکنش و عکس العمل شدیدی حتی در مطبوعات آلمان به وجود نیامد، گویی که چندین روزنامه نقل قول کردن از کتاب من از سال 2004، کتابی که نوشته شده و عنوان کتاب بود جنگ علیه غرب، ولی همونطوری گفتم باور هیچ کس نمی‌شد که احمدی نژاد در سال 2005 رئیس جمهور ایران بشه. آقای دکتر، کتاب جنگ علیه غرب یک سومین بخش از سگانه کتاب‌های شماست که سال 2000، 2002 و 2004 منتشر میشه و به مسئله تروریسم اسلامی در منطقه خاورمیانه اشاره داره و ابعاد اون رو می‌بینه که نتیجه جنگ‌هایی است که از افغانستان شروع میشه، بعدها در عراق ادامه پیدا کرد و دقیقاً هم پیش‌بینی‌های شما در این سگانه که هر سه این کتاب‌ها به زبان آلمانی هست هم دقیقاً درست در میاد. بلافاصله بعد می‌بینیم که این ابعاد جدی‌تر مطرح میشن و امروز که در نهایت می‌بینیم شرایط خاورمیانه چیزی شبیه به همون چیزی است که شما در کتاب نخستتون هم به اون اشاره دارید. چه شد که این تفکر برای شما پیش اومد که باید این سه کتاب رو بنویسید، این سگانه بازشناسی تروریسم اسلامی رو بشناسید، بنویسید و چه سهمی به جمهوری اسلامی در تولید این تروریسم در این کتاب‌ها داده بودید؟ ببینید، علتی که من این کتاب رو نوشتم در واقع اون فجایعی بود که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد. من قبل از اون سفرهای زیادی به پاکستان، به عربستان و به ویژه به افغانستان داشتم. بیش از 70 سفر من به پاکستان و افغانستان داشتم. در واقع شرایط افغانستان و اینی که جهادیستای عرب چه نقشی را در افغانستان در جنگ سرد بازی میکنن
شاهد این نقش جهادیستای عرب بودم. با عده زیادی از جهادیستای عرب در داخل افغانستان صحبت کرده بودم، مصاحبه کرده بودم، به ویژه بعد از سقوط نجیب الله در سال 1992 و دقیقا شرایط افغانستان و این که در واقع چه طرحهایی وجود داره و نقش جهادیستا و این که جهادیستا به عنوان سازمان ناتو اسلامی ازشون داره استفاده میشه، به عنوان ابزار در افغانستان استفاده میشه، در کتابی که بعدها نوشتم به نام آنان که از کلام خدا سوء استفاده میکنن، اینم با آلمانی نوشته شد و بعدا به فارسی ترجمه شد، در شرکت کتاب در لس آنجلس منتشر شد. در اون کتاب دقیقا من پیشبینی کردم که در آینده چه خواهد شد، یعنی در واقع نقش تروریست‌های جهانی، آن چیزی که در افغانستان پدید آمد در آینده چه خواهد شد. و کسانی که امروز این کتاب رو بخونن، کتابی که به آلمانی عنوان آلمانیش از ور آلاس ورت میسپراخت، یعنی کسانی که کلام خدا را سوء استفاده ازش میکنن، اینو بخونن کاملا متوجه میشن که تمام مسائلی رو که من در اون زمان در سال 2002 در این کتاب مطرح کردم در واقع امروز داره اتفاق میفته. آقای دکتر، از این دلیل خواست به این دلیل خواستم این کتاب ها رو مطرح کنم و صحبت از اونها رو پیش بیارم که به اینو که برسم که یک شناخت ضمنی از جامعه آلمان باعث شده که شما اقدام به نگارش این کتاب ها بکنید. بخشی از این شناخت همون زمینه است که در استفاده ای از اونچه که روابط سیاسی بین ایران و آلمان هست مطرح. خب آلمانی ها در مقابل بسیاری از رفتار ایرانی ها، خصوصا جمهوری اسلامی بخشان منظورم هست، در اون سالها سکوت پیشه کردند، از جمله اینکه در برنامه که به اتفاق داشتیم صحبت کردیم پیش از این در مورد سفارتخانه ایران در برلین که به یک مرکز تمام عیار جاسوسی تبدیل شد ولی آلمان ها عملا چشم روی اون بستند. ولی در دادگاه میکنوس این ورق برگشت، این رویدادها همزمان با انتشار کتاب شماست و یک بدبستانی بین اینها اتفاق میفته. بعد از اینکه اتفاقاتی که شما دارید از اونها یاد میکنید، جامعه عمل پیدا میکنه و عملا رویدادهایی رخ میده که زمینه تغییرات و تحولات عینی و بهتری رو در فضای در واقع گفتگوهای معاصر ایجاد کرده. اینها چگونه در کنار هم دیگه معنا پیدا کردند آقای دکتر؟ ببینید، من میدونی که روزنامه نگار مجله اشپیگر آلمان بودم و در جنگ ها، به ویژه در جنگ های که در افغانستان اتفاق می افتاد شرکت داشتم، یعنی شاهد عینی اتفاقاتی که در این کشورها می افتاد و شاهد عینی بودم که نقش ایران در واقع در این اتفاقات نه تنها در ایران بلکه در منطقه چیه، به ویژه در افغانستان. در همون زمانی که آقای خمینی ادعای مبارزه با آمریکا رو میکنه در جنگ سرد، در واقع این نیروهای ایرانی هستند، بخشی از نیروهای ایرانی هستند که توسط خمینی و رهبران جمهوری اسلامی تحریک میشن که وارد افغانستان بشن و در جنگ علیه شوروی شرکت بکنن. من به وضوح در افغانستان عده زیادی از ایرانیانی که دستگیر شده بودن با اونا مصاحبه کردم و مشخص بود که اینها از ایران میان و در واقع نقش ایران در مسائل افغانستان و در جنگ افغانستان در کنار جهادیست عرب نقش بسیار بارزی بوده. یعنی من اینو در این کتاب پیاده کردم. شما در رابطه با آلمان صحبت میکنین و سیاست آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی. ببینین، آلمان حتی در جنگ افغانستان در کنار نیروهای رادیکال اسلامی مجاهدین قرار داشت و من به یاد دارم موقعی که روزنامه نگارانی مانند من چنین مطرح میکردن که در افغانستان در واقع نیروهای آزادی خواه نیستن که دارن مبارزه میکنن، مجاهدین رادیکال ترین نیروهای اسلامی هستن، تهمت زده میشد در آلمان به اشخاصی مانند من که شما در واقع دارین دس اینفورماسیون میدین، اینفورماسیون اطلاعات اشتباه غلطی داریم میدین. یعنی واقعیت این بود که این اطلاعات کاملا درست بود و جالبه که در آلمان حمایت عظیمی، حمایتی از نیروهای مجاهدین میشد و بعدها نیروهای بسیار رادیکال، رهبران بسیار رادیکال اسلامی مانند گلبدین حکمتیار، یکی از خطرناکترین افراطیون اسلامی، در واقع وارد آلمان میشدن، در کابینه آلمان شرکت میکردن، در دولت آلمان سخنرانی میکردن، در مجلس آلمان سخنرانی میکردن و آلمان از اونها پشتیبانی میکرد. همین سیاست آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی ازش استفاده میکرد. توجه بکنید، قبل از مکنوس و کشتار مکنوس در برلین در سال 1992 سندی وجود داره از سازمان مخفی داخلی آلمان به نام فرفاسونگ شوت، یعنی در واقع حافظ
قانون اساسی آلمان، و در این سند آمده که در واقع جمهوری اسلامی مرکز ترور حکومتیه و این جمهوری اسلامی نیروها و واحدهای ترور خودش رو به خارج از کشور منتقل میکنه، حتی به آلمان منتقل میکنه و اینها ساختارهای تروریستی در آلمان به وجود آوردن. ولی آلمان همیشه اینو مطرح میکنه و در این سند آمده که برای خود آلمان و تأسیسات آلمان و مردم آلمان خاطری وجود نخواهد داشت. ایران با این تشکیلات و واحدهای تروریستی که به وجود آورده در آلمان و در اروپا، در واقع هدفش زدن نیروهای ضد رژیمه، یعنی مخالفین ضد رژیمه و به ما کاری ندارن. به این ترتیب در واقع سرپوشی میکرد آلمان از فعالیت این چنین نیروهایی که در آلمان فعالیت میکردن. آقای دکتر، من میخوام این سوال رو خب به هر حال شما برای بیش از 3 دهه از عمرتون شهروند دولت جمهوری فدرال آلمان بودید، حالا آلمان غربی در اون زمان به مفهومی که ما میشناسیم در نقش جغرافیا، به عنوان یک شهروند ایرانی آلمانی هرگز به این فکر نکردید که این چه حرفی است که دولت مردان یا مسئولین مملکتی دارن مطرح میکنن؟ آیا جان یک شهروند آلمانی، حالا فارغ از اینکه از چه تیره یا تبار یا چه اورجینالیتی هست، آیا تفاوتی میکرد، چگونه است؟ آیا این بحث به عنوان یک چالش جدی در مقابل مقامات آلمان مطرح شده بود هرگز از سوی کنشگران اقلیت‌های قومی؟ بسیار زیاد. ببینید، از طرف مخالفین رژیم جمهوری اسلامی که در خطر قرار داشتن، افرادی که در آلمان فعالیت سیاسی داشتن، فعالین سیاسی بودن و در واقع قلم می‌زدن و خبرنگار بودن و در رابطه با ایران با ارگان‌های مطبوعاتی آلمان همکاری می‌کردن، شخصی مانند من و ده‌ها بار شخص من با پلیس آلمان و حتی با احزاب آلمان، من رابطه نزدیکی با نمایندگان پارلمان آلمان داشتم و این مسائل مطرح می‌کردم. جالب اینه که دولت آلمان و سیاست رسمی آلمان این بود که در واقع رژیم جمهوری اسلامی در آلمان پایگاه تروریستی نداره، ولی خود اسناد سازمان‌های جاسوسی آلمان تایید می‌کردن که مرکز در واقع جاسوسی ایران سفارتخانه‌های ایرانه، کنسولگری‌های ایرانه. و جالب اینه که حتی پلیس فدرال آلمان و سازمان جاسوسی داخلی آلمانی، سازمان مخفی داخلی آلمان فرفاسونگشوت که مطرح کردم، در سندی چنین میگه که دولت آلمان از ما میخواد که ما در واقع قاتل رو با تپانچه یه که داره دود میکنه در کنار مقتول به دست اونا بدیم. یعنی میخندیدن، مسخره میکردن سیاست رسمی دولت آلمان رو. باید آقا زمانی به این مطلب اشاره بکنیم که حتی در سال قبل از مکنوس و قبل از سال 1992 این در واقع موضع سازمان های مخفی آلمان بود که ایران در واقع تروریسم حکومتی است و داره ترور میکنه و واحدهای تروریسم به خارج از کشور میفرسته. اونا میدونستن در تروری که در سال 1989 بر علیه قاسملو در وین اتفاق افتاد در زمان آقای رفسنجانی، در واقع همون واحد تروریستا وارد اروپا شدن. و جالبه که این واحدها در اروپا ساختار خودشونو داشتن، در واقع تروریستا وارد اروپا میشدن، ناشناس وارد اروپا میشدن، تماس میگرفتن با افراد خودشون در داخل سفارتخونه ها و تمام تجهیزات و لوجستیکی رو جاسوسان ایرانی در اروپا در اختیار اونا میذاشتن، در آلمان در اختیار اونا میذاشتن. کشته شدن آقای قاسملو بدین ترتیب انجام شد. در واقع کاظم رجوی در سال 1990 در ژنو به همین ترتیب اتفاق افتاد. کشتن عده زیادی از رهبران حزب دموکرات کردستان در سال 1992 درست طبق همین شیوه اتفاق افتاد و این در اسناد سازمان مخفی داخلی آلمان وجود داره، ولی دولت آلمان اینو نمیپذیرفت. همونطوری که در سال 1993 آقای علی فلاحیان وارد آلمان میشه، با افتخار تمام ازش پذیرایی میشه، ضیافت شام براش میده آقای شمیت باور. یعنی شمیت باور شخصی بود که در کاخ نخست وزیری هماهنگ کننده سازمانهای مخفی آلمان بود، ضیافت میده. و جالبه که آقای علی فلاحیان در همون ضیافت چنین اشاره میکنه
که تشکر میکنه از دولت آلمان به خاطر کمک‌های بسیار مهمی در رابطه با جاسوسی با سازمان با وزارت اطلاعات ایران و حتی تشکر میکنه برای دادن وسایل بسیار بسیار حساس جاسوسی، کامپیوترهایی که آلمان بهشون داده بود، حتی یک لابراتوار عکاسی داده بود و نام میبره از این کامپیوترها و در واقع لابراتواری که سازمان‌های در واقع دولت آلمان به ایران داده بود. و جالبتر از اینه که حتی آقای علی فلاحیان رو میفرستن برای مذاکره به مونیخ، به مرکز سازمان مخفی خارجی آلمان بینده در پولاخ، و در اونجا سخنرانی میکنه. و در پولاخ مدرسه‌ای وجود داره، مدرسه عالی برای تربیت جاسوسان و جاسوسان ایرانی. این اسناد وجود داره، این صحبتی که من میکنم، جاسوسان ایرانی، جاسوسان جمهوری اسلامی وارد آلمان میشدن و در این مدرسه عالی پولاخ یعنی سازمان مخفی خارجی آلمان بینده دوره میدیدن. این در مدت طولانی وجود داشت و اینو در واقع دولت آلمان همیشه سعی میکرد تکذیب بکنه، ولی سازمانهای جاسوسی اینا افشا میکردن. و این شرایطی بود که در واقع حتی نیروهای بسیار فعال ایرانی صدها بار مخالفت کردن، تظاهرات کردن، ولی دولت آلمان سیاست خودش رو پیاده میکرد. دولت آلمان در این مدت دست به نقد حداقل سه صدر اعظم قدرتمند رو دیده، هدموت کول، بعد گرهارد شرودر و سپس هم خانم مرکل که از او به عنوان قدرتمندترین زن تاریخ جهان یاد میشه. چه تفاوتی رو آقای دکتر میشه بین رفتار این دولت ها دید؟ تا چه اندازه شخصیت این سه فرد، آقای کول، آقای شرودر و خانم مرکل، در تعیین سیاست های کلان دولت آلمان در قبال جمهوری اسلامی مؤثر بوده؟ به هر ترتیب میدونیم که در دوران آقای شرودر ماه عسل در حقیقت روابط ایران و آلمان هست، ولی در دوره خانم مرکل این روابط سردتر میشد. دلیل اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و چه میبینید؟ سیاست خارجی ایران در واقع سیاستی است که ادامه داره. یعنی شما موقعی که به سیاست خارجی آلمان توجه بکنید، یه سیاستی است که در واقع دولت ها کمتر میتونن روی اون تأثیر بذارن، چه دولت های دست راستی باشن مانند هلموت کول و بعدن آقای شرودر از حزب سوسیال دموکرات ها و خانم مرکل دوباره از حزب مسیحیان. واقعیت اینه که بهترین و نزدیکترین روابط ایران و آلمان در زمان هلموت کول بود، در زمانی بود که آقای گنچر وزیر امور خارجی آلمان بود، بسیار قدرتمند بود. و گنچر اولین کسیه که در سال 1984، 5 سال بعد از انقلاب، زمانی که تمام دنیای غرب در واقع تحریم میکنه جمهوری اسلامی رو، بعد از گروگانگیری سفارت آمریکا به ایران میره، در واقع قراردادهایی میبنده و گنچر کسی است که در سال 1988 دوباره به ایران میره و با آقای رفسنجانی که اون موقع هنوز رئیس مجلس بود ولی در جنگ ایران و عراق در واقع فرمانده کل نیروها، نماینده خمینی بود، مذاکره میکنه. یعنی این روابط همیشه وجود داشته و بعدها در زمان آقای شرودر این روابط بسیار نزدیکتر میشه. و جالبتر از این اینه که روابط اقتصادی ایران و آلمان در زمان هلموت کول در سال 1992 به حجم در حدود 8 میلیارد میرسه، یعنی همون 8 میلیارد حجمی که در زمان شاه وجود داشت، حتی بیشتر از اون. و جالبتر از اینه که دولت آلمان در همون زمان که تمام کشورهای غربی به ویژه آمریکا و بریتانیا حمله شدیدی به ایران میکنن و ایران تحریم میکنن، در واقع میاد بیمه هرمس رو به وجود میاره. بیمه هرمس اینه که در واقع دولت آلمان تضمین میکنه کارخونه ها و شرکت های آلمانی رو موقعی که جنس به ایران میفروشن، که اگه ایران پول پرداخت نکرد، در واقع دولت آلمان با این بیمه هرمس خودش پرداخت میکنه. در سال 1992 حجم بیمه هرمس 12 میلیارد دلار بوده، 11 میلیارد و 800 میلیون دلار بوده، توجه کنین. این نشون دهنده اینه که همیشه دولت آلمان روابط بسیار نزدیکی میخواسته با ایران به وجود بیاره. در زمان شرودر هم در واقع موقعی که آقای خاتمی وارد آلمان میشه در سال 2000، آقای شرودر و یوشکا فیشر یا یوزف فیشر که وزیر امور خارجه اونه، چنین مطرح میکنن که ما میخواییم روابط اقتصادی و روابط فرهنگی با اونو تجدید بکنیم
و در واقع اون دیالوگ یا گفتگوی انتقادی که در زمان هلموت کول به وجود آمده بود با ایران، اینا تجدید بکنیم و یک ضیافت بسیار بزرگی، پذیرایی بسیار عظیمی از آقای خاتمی در برلین انجام میدن، تا جایی که آقای خاتمی از گفتگوی فرهنگی صحبت میکنه، آقای خاتمی به شهر وایمر میره، در واقع زادگاه گوته میره و در اونجا اون مجسمه حافظ رو در اونجا پرده برداری میکنه. میدونین که آقای گوته شاعر بزرگ آلمانی در دیوانش بسیار بسیار زیاد از حافظ صحبت کرده و چنین پذیرایی از اون میکنه و حتی شرودر در زمان صدر اعظمی خودش به ایران سفر نمیکنه، ولی در این اواخر شرودر اولین کسی است که به ایران سفر میکنه، با اینکه صدر اعظم ایران نبوده، البته میگه سفر غیر رسمی، ولی در زمان احمدی نژاد میره و رابطه نزدیکی با ایران برقرار میکنه. و امروز شما اختلاف بین مرکل و شرودر و کل خواستیم بدونید. ببینید اختلاف مرکل با شرودر اینا در این نیست که روابط دقیق اقتصادی و سود اقتصادی به وجود نیاد و رابطه اقتصادی آلمان با ایران حفظ نشه. تنها اشکالی که آقای خانم مرکل در رابطه با ایران میبینه اینه که در واقع سیاست ایران ضد اسرائیلیه، ضد یهودیته. آقای احمدی نژاد اینو چندین بار مطرح کرده و امروز هم ما میبینیم که سیاست ایران هنوز ضدیت عظیم با اسرائیل داره و خانم مرکل چنین مطرح میکنه که ایران هنوز در کنار حزب الله است، از حزب الله پشتیبانی میکنه و حزب الله خطری برای اسرائیله و به خاطر اینکه ایران ضدیت با یهودیت و اسرائیل داره چنین سیاستی رو مطرح میکنه که تا به حال حاضر نبوده از آقای روحانی دعوت بکنه، ولی الان صحبت دعوته. خب حالا همین سوالم اینجاست که یعنی به نظر شما هیچ کدوم از این مقامات در حقیقت آلمانی مشکلی با نقض حقوق بشر در ایران ندارند، مشکلی با شرایط مردم در کشور ندارند، مشکلی با دزدی‌های کلان و عدم شفافیت در ساختار حکومتی ایران ندارند، مشکلی با برگزاری انتخابات غیر دموکراتیک و نظارتی زیر نظر شورای نگهبان در ایران ندارند، اینها براشون در رابطه‌ای که با دولت جمهوری اسلامی برقرار می‌کنند اهمیتی نداره. اونها مقامات حکومت اسلامی رو شرکای تجاری خودشون می‌دونن یا در حقیقت این شراکت رو شراکت بین ملت آلمان و ملت ایران قلمداد می‌کنن. ببینید دولت آلمان همیشه اینطوری مطرح می‌کنه که در مورد حقوق بشر به طور غیر رسمی با رهبران جمهوری اسلامی صحبت می‌کنه و این سیاست نشون میده که در واقع منافع اقتصادی ارجحیت داره با سرکوبی مردم ایران در داخل ایران. من به یک مطلب اشاره بکنم آقا زمانی، یعنی در این مورد در واقع در مورد سود اقتصادی و منافع چندان اختلافی هم دولت آلمان و حتی خانم مرکل با آقای اوباما هم نداره. شما امروز میدونین که دو هفته پیش در روز 6 سپتامبر آقای محمود علوی وزیر اطلاعات ایران مهمان رسمی در آلمان بوده، در برلین بوده. آقای محمود علوی کسی که سرکوبگره، در واقع در زندانهای ایران باعث سرکوبی عده زیادی از جوانان و شکنجه جوانان میشه، رسما به آلمان سفر میکنه و یک ضیافت بزرگی از طرف هماهنگ کننده سازمانهای مخفی آلمان به نام آقای فریچه براش ترتیب داده میشه در آلمان و این همون سیاستی است که در زمان کل انجام شد برای علی فلیوین انجام دادن. همون سیاست رو در دو هفته پیش برای آقای محمود علوی در برلین انجام شدن دادن و این به این خاطر بوده که محمود علوی آمده و آمادگی رو به وجود بیاره، شرایط به وجود بیاره که آقای روحانی آخر همین ماه و شاید اوایل اکتبر سفری به آلمان بکنه. خب آقای دکتر همینجاست که شاید برخی از قربانیان بازماندگان و قربانیان دادگاهی مانند میکونوس، واقعی مثل میکونوس، اعتقاد دارند که آلمان ها به دنبال اعاده در حقیقت عدالت در این زمینه نیستند. با اینکه خب آلمان ها میگن که قوه قضاییه ما از ما کاملا مستقله و دولت نقش و یا نظارتی بر قوه قضاییه نداره، آیا واقعا این طور هست؟ آیا میشه در آلمان هم این تفکیک قوا رو به معنای واقعی کلمه دید و آیا واقعا قوه قضاییه به دنبال عدالت و قوه مجریه آلمان به دنبال تجارت با جمهوری اسلامی میگرده و در این تضاد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ دادستان کل کشور در آلمان همیشه در واقع کسی است که از طرف دولت آلمان تعیین میشه.
و این دادستان کل کشور در مواردی که باید در واقع در دادگاه تصمیم بگیره میتونه شکایت رو ارائه بده. و در زمان مکنوس و دادگاه مکنوس دولت آلمان کوشش های زیادی کرد که دادستان کل آلمان رو مجاب بکنه که چنین عملی را انجام نده، و به ویژه در زمانی که حکم دادگاه در واقع داشت اعلام میشد، دولت آلمان سعی میکرد که این حکم اصلا اجرا نشه یا اینکه این حکم صادر نشه در دادگاه آلمان. و این در واقع اون شجاعت قاضی بود، قاضی به نام کوبش، که این قاضی در واقع این حکم بر علیه رهبران جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، آقای رفسنجانی، ولایتی، علی فلاحیان داد و اونا را به عنوان تروریست‌های حکومتی معرفی کرد که هنوزم مورد تعقیب پلیس آلمان و پلیس جهانی هستند. پس بنابراین به یک مطلب یه بار دیگه اشاره بکنم، اونجایی که منافع مالی و سود مالی مطرح است، منافع مردم کنار گذاشته میشه. و این واقعیتی که در مورد دولت آلمان هم باید بگیم. من قبلا در سوالی که شما کردین خواستم به یه مطلب اشاره بکنم. ببینید در این مورد اختلاف شدیدی بین حتی آلمان و آمریکا هم وجود نداره. ما امروز میدونیم که اسناد زیادی در آمریکا وجود داره که دولت عربستان سعودی در 11 سپتامبر نقش اساسی داشته، و حتی سندی از سازمان‌های مخفی آمریکا وجود داره که کمیسیون عالی سعودی برای بوسنی هرسگوین که رئیسش در 11 سپتامبر سلمان پادشاه امروز عربستانه نقش داشته در حمایت مالی از تروریست‌های 11 سپتامبر و حمایت لوجستیکی. این سندی است که وجود داره، ولی امروز آقای اوباما چنین مطرح میکنه به خاطر منافع اقتصادی و اینکه در واقع دولت عربستان سعودی 150 تا 160 میلیارد دلار فقط در مدت چند سال گذشته اسلحه خریده، چنین مطرح میکنه که او وتو خواهد کرد هر گونه در واقع مصوبه قانونی کنگره رو به خاطر اینکه منافع ملی آمریکا در خطره. همین کارو دولت آلمان همیشه میکرد. یعنی در زمان دادگاه مکنوس و بعد از دادگاه مکنوس دولت آلمان همیشه مطرح میکرد که منافع ملی ما در خطره، به خاطر همین نباید در واقع حکمی صادر بشه بر علیه ایران که این منافع ملی به خطر بیفته. خیلی نکته جالبی اشاره کردید. وقتی صحبت از سهم سرمایه گذاری یا مبادرات تجاری میکنیم، دست کم میدونیم که چیز در حدود 750 میلیارد دلار اوراق قرضه ایالات متحده آمریکا رو سعودی ها خریدن و سرمایه بسیار بزرگی از این دولت، یک سرمایه هنگفت 750 هزار میلیارد دلاری آمریکایی ها متعلق به پول نفتی است که سعودی ها به آمریکا برگردوندن و توی این کشور سرمایه گذاری کردند. این با یک مبادله تجاری 8 تا 10 میلیارد دلاری در سال با ایران بسیار متفاوت. مبادله تجاری که آلمان به مراتب بالاتر اون رو با کشورهای دیگر از جمله با همین ایالات متحده آمریکا یا دیگر کشورهای دنیا داره. آیا به راستی فقط منافع اقتصادی در این وسط مطرح هست یا اینکه آلمان ها به دنبال بست جای پای خودشون در سیاست خارجی و یارگیری در منطقه بحرانزده خاورمیانه هم در سالهای گذشته بودند؟ ببینید طبیعتا یکی از دلایل همکاری شدید آلمان با ایران در واقع منافع اقتصادی است در ایران، ولی باید به این مطرح اشاره بکنیم آقای آقازمانی که ایران از لحاظ استراتژیک و از لحاظ موقعیت اقتصادی در یک منطقه بسیار حساسی قرار گرفته. یعنی در واقع تسلط بر بازار ایران، تسلط بر بازار آسیای میانه و تسلط بر بازار کشورهای مختلف خواهد بود. فراموش نکنیم که در سفری که وزیر اقتصاد ایتالیا سال پیش به ایران میکنه، در یک سخنرانی در ایران، فکر میکنم کنفرانس مطبوعاتی بود، در ایران چنین میگه که ما باید ایران رو به مرکز تولید تبدیل بکنیم و در واقع تمام منطقه آسیای میانه و کشورهای اطراف ایران رو تحت تأثیر در واقع کالاهای خودمون قرار بدیم. آلمان در واقع اون چیزی رو که توجه بهش میکنه و سعی میکنه روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی به وجود بیاره، با این دید به ایران نگاه میکنه که ایران در منطقه نقش اساسی رو میتونه بازی کنه. از لحاظ اقتصادی میتونه روابط اقتصادی بسیار تشدید بشه. من همونطوری که گفتم در سال 1992 این روابط 8 میلیارد مارک بود در اون زمان، اکنون دوباره روابط داره به 6 میلیارد یورو میرسه حجم اقتصادی، حجم معاملاتی آلمان با ایران. و حتی اریک شوایتسر رئیس اتاق بازرگانی آلمان میگه که در مدت یکی دو سال آینده میتونه به 10 میلیارد برسه. ولی همونطوری گفتم آلمان در واقع صنایع سنگینش رو میخواد نه تنها به ایران بفروشه، میخواد از طریق ایران بتونه در تمام منطقه گسترش بده. 30% از صنایع سنگین ایران، اساس صنعتی ایران در واقع آلمانیه. آلمان میدونه چه نقشی عظیمی رو در ایران داره بازی میکنه و
خارج از ایران میتونه چه نقشی رو در کشورهای دیگه بازی بکنه. ولی مطلب دومم که برای آلمان مهمه، آلمان هم اکنون وابسته به گاز روسیه به آلمانه، یعنی در واقع لوله‌های گازی که از زیر دریای شمال از روسیه به آلمان وارد میشه. آلمان میدونه که اگه بتونه ایران رو در کنار خودش داشته باشه، گاز منطقه، گاز ترکمنستان، ترکمنستان بزرگترین کشورهایی بعد از روسیه و ایران و یکی دو تا کشور دیگه، چهارمین کشور تولید گاز جهانه، میتونه گاز ترکمنستان و ایران رو از طریق ترکیه و کشورهای دیگه وارد اروپا بکنه. شاید به همین دلیل هم هست که روابط خودش رو با ترک‌ها نزدیک نگه می‌داره. ماجرای آقای اوجالان رو فراموش نمی‌کنه. تاریخ به هر حال نقش آلمان ها در دستگیری رهبر احزاب کرد ترک بسیار پررنگ بود زمانی که عبدالله اوجالان دستگیر و به دولت ترکیه تحویل داده شد. این فکر میکنید که آلمان ها با برای ما ایرانی ها اساسا و بر اساس حالا منافع خودشون میتونن شرکای قابل اعتمادی باشن و این اعتماد رو بایستی رهبران حکومت اسلامی به آلمان داشته باشن یا مردم ایران به آلمان ها داشته باشند؟ ببینین، درباره تجربیات بیش از 50 سال اقامت در آلمان و فعالیت خبری که من در آلمان داشتم، نه تنها در تلویزیون‌های آلمان بلکه در مجله اشپیگل داشتم، من همیشه به این مطلب پی بردم در آلمان و اسناد زیادی وجود داره که منافع اقتصادی برای دولت‌های آلمان همیشه اهمیت اساسی داشته و طبیعتاً موقعی که منافع اقتصادی اساسی است و اهمیت اساسی داره، خب دولت‌های منادی دولت آلمان میتونن در کنار در واقع دولت‌های خودکامه‌ای مستبدی مثل ایران قرار بگیرن، همونطوری که در کنار عربستان سعودی قرار گرفتن، در کنار دولت خودکامه عربستان سعودی که در واقع نسخه ای از داعش، کاری که عربستان سعودی میکنه همون کاری که داعش میکنه یا کاری که داعش انجام میده سر میبره همون کاری عربستان سعودی میکنه. در واقع منافع اقتصادی بسیار اهمیت داره و به خاطر همین منافع اقتصادی به ویژه در رابطه با عربستان سعودی، شما کوچکترین انتقادی از دولت آلمان نسبت به رفتار عربستان سعودی حتی در یمن نمیبینید و در رابطه با ایران هم به همین ترتیبه. گرچه با فشار آمریکا و فشار بریتانیا که مطرح میکردن و تا به امروز مطرح میکردن میکنن که روابط جاسوسی، توجه بکنه اینا آمریکا و انگلستان میگه روابط جاسوسی سازمانهای جاسوسی آلمان با وزارت اطلاعات ایران و سازمان جاسوسی ایران مانند روابط کشورهای همپیمان میمونه، یعنی در واقع روابط آمریکا با آلمان میمونه، یعنی اینقدر نزدیک روابط جاسوسی دو کشور ایران و آلمان. نه تنها لیست‌های مخالفین رو با هم رد و بدل می‌کنن، در این رابطه اسناد وجود داره، نه تنها در واقع تجهیزات بسیار حساس جاسوسی رو به ایران دادن و حتی خیلی جالبه که در مکنوس، در جریان مکنوس همیشه رئیس زیمنس آلمان، می‌دونید که مهمترین دستگاه‌های جاسوسی و دستگاه‌های ظریف صنعتی توسط زیمن ساخته میشه و به ایران داده میشه و رئیس زیمن همیشه در دادگاه میکنوس در واقع به عنوان تماشاچی شرکت میکرده. زمانی که حتی در زمان 1997 میخوان رأی بدن، یعنی دادگاه مکنوس میخواد حکمش صادر بکنه، عده زیادی از خبرنگاران خارجی میخوان در اون شرکت بکنن، در سالن جا نیست، اونا رو اجازه ورود به سالون نمیدن ولی رئیس زیمنس در داخل سالونه. یعنی نشون دهنده اینه که نقش صنعت آلمان و نقش زیمنس در ایران نقش اساسی بوده، در کنار در واقع مستبدین ایران قرار گرفتن و منافع مالی این کشورها به نظر من همیشه ارجحیت داشته به حقوق بشر که در بارش صحبت میکنن و چنین مطرح میکنن که به طور غیر رسمی با دولت مردان ایران مطرح میکنن. آقای دکتر، در دوره 12 ساله تحریم های گسترده غرب بر علیه ایران نقش آلمان ها این وسط چگونه بود؟ آیا در دور زدن تحریم ها همپیمان ایران جمهوری اسلامی بودند یا اینکه در کنار غربی ها ایستادند و جلوی مبادلات تجاری با ایران رو گرفتند یا سطح اون رو به حداقل کاهش دادند؟ اساسا شما فکر میکنید که غربی ها واقعا به اونچه که تحریم های همه جانبه بر علیه ایران محسوب میشد پابند بودند؟ ببینید، شما از غربی ها صحبت بکنین، اجازه بدین من از آلمان صحبت بکنم. ببینید، آلمان همیشه پایگاهی بوده برای جمهوری اسلامی که در اونجا فعالیت اقتصادی بکنه، یعنی شرکت‌های زیادی را ایران با پوشش‌های مختلف در آلمان به وجود آورد که حتی در زمان تحریم‌ها این شرکت‌ها فعال بودند و فعالیت تجاری می‌کردند. ببینید، روابط ایران و آلمان، روابط اقتصادی ایران در سال 2013، یعنی در بحبوحه تحریم‌ها، هنوز ایران در حدود 1 میلیارد و 800 میلیون دلار به ایران
کالا صادر میکرده. روابط، این روابط در سال 2014 به 2.390 میلیارد میرسه، 2.390 میلیارد میرسه. یعنی در واقع این روابط همیشه وجود داشته، گو این که آلمان سعی میکنه زیر فشار تحریما، زیر فشار تحریمای سازمان ملل متحد و آمریکا در واقع تن به این در بده که روابط اقتصادیشو کم بکنه با ایران، ولی این روابط اقتصادی و به ویژه روابط سیاسی و دیپلماتیک همیشه به طور بسیار بسیار شدید بین ایران و آلمان وجود داشت و این روابط حفظ کردن. و جالب، اولین کسی که بعد از در واقع توافق اتمی وارد ایران میشه در ماه ژوئیه، یعنی چند هفته هنوز توافق اتمی انجام نشده در سال 2015، اولین شخصی که وارد آلمان میشه زیگمار گابریل از حزب سوسیال دموکرات آلمانه که معاون صدر اعظم آلمانه، وزیر اقتصاد ایرانه، با یک نمایندگان زیاد اقتصادی آلمان 2300 نفر وارد آلمان میشه و اولین قرارداد رو میبنده. و آقای زیگمار گابریل الان در ماه اکتبر، قراره در ماه اکتبر همین چند روز دیگه دوباره به ایران بره. این واقعیتی است که باید بهش اشاره کرد. من یه بار دیگه اشاره بکنم، با تجربیات عظیمی که خودم در آلمان دارم و حتی در غرب کشور دیگر هم به همین ترتیبه، متوجه میشیم که در واقع اونجایی که منافع در واقع اقتصادی مدرس، حقوق بشر مطرح نیست. شما اینو درباره فرانسه هم میبینین. اگه یادتون باشه آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه در توافق اتمی یکی از سرسخت‌ترین مذاکره کنندگان بود بر علیه ایران، ولی به مجردی که توافق انجام شد اولین کسی که به ایران سفر میکنه بعد از گابریل فابیوسه و آقای روحانی رو دعوت میکنه به فرانسه و اون سفر معروف آقای روحانی در 28 ژانویه 2016 در فرانسه است. آقای دکتر دانش عزیزم، اگر که شما اشاره کردید به روابط خواهرخواندگی بین سازمان‌های اطلاعات و امنیتی ایران و آلمان، همچنین استفاده از دستگاه‌های زیمنس که حتی بعد از انتخابات خرداد 86 اعلام شد که برخی از دستگاه‌های پارازیت‌انداز و جاسوسی و شنودی که به ایران وارد شده توسط کمپانی زیمنس به دولت جمهوری اسلامی فروخته برای ردگیری و رهیابی کنشگران مدنی و یا دستگیری برخی از کسانی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کردند، همزمان با این حرف‌ها اسنودن مشخصا اعلام کرد که اسناد مشخصی داره داله بر اینکه مکالمات حتی صدر اعظم آلمان خانم مرکل رو امریکایی‌ها شنود می‌کردند و به طور مرتب نگران رفتارهای آلمان‌ها در منطقه و در جهان بودند. آیا میان این اتفاقات رابطه‌ای می‌بینید؟ میان این بلبشوی اطلاعاتی امنیتی سرنخی رو شما به عنوان فردی که سال‌ها اسناد CIA و دیگر سازمان‌های اطلاعاتی رو بررسی کردید، واو واو مطالعه کردید، پیدا می‌کنید که به ایران ربط پیدا کنه و به زندگی ما مردم ایران؟ یعنی اینها اتفاقاتی است که هر کدوم در جای خودش و در کنار هم در این چرخه می‌نشینند و ارتباطی با زندگی ما مردم ایرانی نداره. ببینید طبیعتاً خیلی از مسائل اتفاقاتی که میافته و اون چیزی که اسنودن مطرح کرده در رابطه با جاسوسی بسیار بسیار وسیعی که در واقع NSA در آلمان انجام داده و اینکه شنود میکرده، نه تنها تلفن دستی خانم مرکل رو شنود میکردن، بلکه خب ما امروز میدونیم که در ماه میلیاردها و صدها میلیارد تلفن در سراسر جهان شنود میشه. یعنی تمام در واقع رابطه های تلفنی و رابطه های اینترنتی زیر کنترله، در این مورد اصلا شکی وجود نداره. ولی در رابطه با سوال خودتون باید اینو مطرح بکنیم که هر کشوری، هر دولتی در این ولبشویی که به وجود آمده در منطقه و اینی که هر کشوری در واقع منافع خودشو برتریت میده، ارجحیت میده به منافع کشور دیگه، سعی میکنه ابتدا منافع خودشو بتونه تامین بکنه در این سیاست خارجی خودش. اینو دولت آمریکا میکنه، اینو دولت فرانسه میکنه، اینو دولت انگلستان میکنه. خب انگلستان میدونین که اولین کشوری است که بعد از اینکه روابط دیپلماتیک به هم خورد، خیلی سریع دوباره این روابط رو به وجود آوردن با دولت ایران. و اینی که آیا واقعا در این فعالیت ها مسئله ایران هم مطرح است یا نیست، میتونه تا اندازه مسئله ایران مطرح باشه. من یه بار دیگه به این مطلب اشاره بکنم، ایران یکی از مراکز استراتژیک جهانه. ایران منطقه ایست که در واقع در کنار تنگه هرمز قرار داره و تنگه هرمز همکنون هنوز روزانه 17 میلیون بشکه نفت از اون
خارج میشه و ایران میتونه نقش داشته باشه. ایران مرکزی است که ما همکنون دوباره بعد از خروج میلیون ها روشنفکر و تحصیل کرده بعد از انقلاب اسلامی، دوباره یک قشری بیش از 10 میلیون تحصیل کرده داریم. یعنی نیروی کار عظیمی وجود داره برای صنایع خارجی و برای اقتصاد خارجی. یعنی در واقع اینا احتیاج ندارن که نیروی متخصص خودشون رو وارد ایران بکنن، میتونن از این نیروی کار ایران استفاده بکنن. ایران در منطقه در واقع از لحاظ اقتصادی میتونه نقش عظیمی داشته باشه. ایران میتونه مرکز تولید بشه، همونطوری که ما در کره جنوبی دیدیم. و به خاطر همین چشم انداز کشورهای صنعتی، کشورهای بزرگ در واقع صنعتی، اینه که بتونن از ایران استفاده بکنن و طبیعتاً در این رابطه ایران نقش بازی میکنه. هم میتونه برای مردم ایران بسیار مثبت باشه، هم میتونه بسیار بسیار منفی باشه. در رابطه با حقوق بشر منفی خواهد بود، اینا توجه به حقوق بشر و سرکوبی مردم نخواهند کرد، ولی در رابطه با امکان کار و پدید آمدن کار میتونه مثبت باشه و بخشی از این نیروهایی که 10 میلیون انسانی که در واقع تحصیل کرده است و بیکاره بتونن در واقع کاری پیدا بکنن و یک کمی شکوفایی اقتصادی به وجود بیاد. هم میتونه بسیار منفی باشه، هم میتونه جوانب مثبت داشته باشه. آقای دکتر، به دقایق پایانی برنامه رسیدیم و اگه بخوایم خیلی خودمونی و به زبون مردم کوچه و بازار صحبت کنیم، آیا میشه گفتش که اگرچه مرسدس بنز آلمانیه، حتی قدیمی هاش، هنوز ماشین مورد احترام و مطمئنی برای یه شهروند ایرانی محسوب میشه، سیاستمدارهای آلمانی آدم های قابل اعتمادی برای مردم ایران نیستند؟ ببینید، از لحاظ اقتصادی و صنعتی همیشه آلمان مطمئن بوده. یعنی شما موقعی که کالاهایی که مد این جرمنی بوده، نه تنها در ایران، در هر جای دنیا که شما سفر بکنین صحبت از کالاهای آلمانی است. خب طبیعتا مردم ایران در واقع دوست دارن این کالاها رو، کالاهایی است که بسیار بسیار طولانی میتونن ازش استفاده بکنن. مهمتر از اون روابط مردمی است که بین ایرانی ها و آلمان به وجود اومده. یعنی شما توجه بکنین بعد از انقلاب ایران، انقلاب اسلامی، موقعی که میلیون ها انسان از ایران متواری میشن، اولین کشوری که وارد میشن آلمانه. تازه از آلمان وارد انگلستان یا کشورهای دیگه مثل آمریکا سفر به آمریکا میکنن. یعنی آلمان مرکز ایرانیایی میشه که وارد میشن. و به شما از یه قانونی صحبت بکنم، سابقا به این ترتیب بود که ایرانیایی که از ایران متواری میشدن باید تقاضای پناهندگی میکردن، ولی بعد از انقلاب اسلامی آمدن در آلمان قوانینی رو گذراندن که هر ایرانی که فقط ادعا میکرد که زیر تعقیب مورد تعقیب جمهوری اسلامی است، بهش در واقع چی میادن؟ اقامت آلمان نمیادن. این قانونی است که فقط شما در آلمان دیدین. در هیچ کشور دیگه چنین قانونی وجود نداشت. این قانون برداشته شده. هیچ قانونی وجود نداشت که ایرانی بیاد اونجا، هر ایرانی فرق نمی‌کرد، وارد آلمان بشه و چنین مطرح بکنه که تحت تعقیب و فوراً بهش اقامت آلمان بدن. و صدها هزار نفر به همین ترتیب آلمانی شدن، از آلمان به انگلستان رفتن، به فرانسه رفتن، به کشورهای اسکاندیناوی رفتن و عده بسیار 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 زیادشون وارد آمریکا شدن. یعنی در واقع این روابط انسانی بین آلمان و ایران باعث این شده که مردم ایران هم آلمان دوست داشته باشن. بسیار آرزومند باشیم که در فردای ایران و در زمانی که مردم ایران حکومتی رو ملی و برآمده از آراء خودشون پای صندوق‌های آزاد انتخابات برگزینند، این روابط انسانی زمینه ساز توسعه روابط فرهنگی و اجتماعی شه. آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم از وقت و تجربه‌ای که با من و بینندگان رسانه افق ایران به اشتراک گذاشتید. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر آقازمانی. و یه بار دیگه درود میگم به درود، روز قشنگ رو درود میگم به بینندگان شما. سپاسگزارم. و از شما گرامیان هم سپاسگزارم که تا به این لحظه بیننده این برنامه بودید. وقت خوش، خدا نگهدار.